اپلایسین برای تغییر پس‌زمینه ناحیه گرافیکی از اپلایسین استفاده می‌کنیم. برای دسترسی به اپلایسین در ناحیه فرمان‌های مدیریت نما، یعنی این قسمت، بر روی مثلث مشکی رنگ این آیکون کلیک می‌کنیم. لیست بازشویی در اختیار ما قرار می‌گیره که در این لیست انواع پس‌زمینه‌های نرم‌افزار سالید ورکس برای ما قرار داده شده و الان در حالت پیش‌فرض بر روی پلین وایت قرار گرفته. وقتی که نشانگر موس رو بر روی یکی از پس‌زمینه‌ها مانند پلین وایت قرار میدیم، پیش نمایشی از مدل در این قسمت برای ما نشون داده میشه که عنوان مدل هم در این قسمت تایپ شده و یا درج شده. دوباره بعد در این قسمت کلیک میکنم. برای انتخاب یک پس‌زمینه دیگه بر روی اون پس‌زمینه مثل سافت اسپلایت کلیک میکنیم. پس‌زمینه این آیه گرافیکی ما تغییر میکنه. دوباره در این قسمت کلیک میکنم و پلین وایت رو انتخاب میکنم. منیج فیوریتس، بر روی منیج فیوریتس کلیک میکنم. کادر منیج فیوریت سینز برای ما نمایش داده میشه. در این کادر میتونیم پس‌زمینه هایی رو به لیست اپلای سین اضافه کنیم و یا پس‌زمینه هایی رو از این لیست کم کنیم. در قسمت سلکت اور دی سلکت آل سین، اگر در این قسمت کلیک کنیم، تمام پس‌زمینه هایی که در این کادر قرار دارن به حالت انتخاب در میان و تیکی در کنارشون فعال میشه و به لیست اپلای سین اضافه میشه. در این قسمت کلیک میکنم و اگر دوباره بر روی سلکت اور دی سلکت آل سین کلیک کنیم، تمام تیک های پس‌زمینه های این کادر برداشته میشه و از حالت انتخاب خارج میشن. میتونیم یکی یکی این پس‌زمینه ها رو اضافه کنیم. اگر بر روی هر پس‌زمینه کلیک کنیم، اون پس‌زمینه به لیست اپلای سین اضافه میشه. من این پس‌زمینه ها رو انتخاب میکنم و پس‌زمینه 3 point green رو به این پس‌زمینه ها اضافه میکنم و بر روی اوکی کلیک میکنم. در قسمت اپلای سین میبینیم که 3 point green به این لیست اضافه شد. برای حذف 3 point green از این لیست بر روی منیج فیوریتس کلیک میکنم و در قسمت کار بر روی 3 point green کلیک میکنم و بر روی اوکی کلیک میکنم. اپلای سینز رو باز میکنم. 3 point green از این لیست حذف میشه. در این قسمت برای دسترسی بیشتر به پس‌زمینه ها در این ناحیه کلیک میکنم و با حرکت دادن غلتک موس و چرخوندن این غلتک میتونم به پس‌زمینه های پایین تر این کاد دسترسی پیدا کنم. اگر غلتک رو به سمت خودم بچرخونم به فرمان های پایین و به پس‌زمینه های پایین، و اگر در خلاف این بچرخونم به پس‌زمینه های بالاتر دسترسی پیدا میکنم. Move up و Move down، این دو فرمان حکم غلتک موس رو برای ما اجرا میکنن. بر روی Move up کلیک میکنم، پس‌زمینه های بالاتر برای من انتخاب میشه. Move down، بر روی Move down کلیک میکنم، کلیک، پس‌زمینه های پایین تر رو برای من انتخاب میکنم و اگر بر روی اوکی کلیک کنم، این پس‌زمینه برای من انتخاب میشه. بر روی کنسل کلیک میکنم. روش دوم برای تغییر پس‌زمینه، در قسمت تسک پی بر روی اپیرنسز اند دیکیلز کلیک میکنم. بر روی این مثلث کلیک میکنم تا پوشه های کلی به من نمایش داده بشه. سه قسمت اپیرنس، سینز و دیکیلز رو در اختیار داریم. بر روی مثلث کنار سینز کلیک میکنم. پوشه های سینز به من نمایش داده میشن. از این پوشه ها میتونیم برای دسترسی هرچه بیشتر به پس‌زمینه ها استفاده کنیم. به عنوان مثال بر روی پوشه بیسیک سینز کلیک میکنم. پس‌زمینه های موجود در این پوشه برای من نمایش داده میشه. برای انتخاب بیشتر این پس‌زمینه ها بر روی اسکرول کلیک میکنم و به سمت پایین میکشم. پس‌زمینه‌های بیشتری در اختیار من قرار میگیره. برای انتخاب یکی از این پس‌زمینه‌ها بر روی پس‌زمینه مورد نظر کلیک میکنم. به عنوان نمونه آفیس اسپیس. و پس‌زمینه رو درگ میکنم یا کلیک موس رو نگه میدارم و در ناحیه گرافیکی رها میکنم. این پس‌زمینه در ناحیه گرافیکی اعمال میشه.